سلام، من مریم عرفان هستم. به تماشا خوش اومدین. در برنامه این هفته تصویرسازی در آثار دیمیتریس پاپایوانو، طراح رقص برجسته یونانی. گفتگو با لوران کانته درباره فیلم کارگاه. هنرمندان جوان و تجربه حضور در تاداکس، جشنواره هنر دیجیتال تهران. تماشای این هفته رو با معرفی یکی از جذابترین طراحان رقص معاصر آغاز میکنیم. دیمیتریس پاپایوانو، طراح رقص یونانی، کارش رو با نقاشی شروع کرده و تصویرسازی بخش مهمی از کارشه. او برای تصویرسازی از منابع مختلفی مثل اساطیر یونانی، تاریخ نقاشی و سینما الهام میگیره و کار نورپردازی، طراحی صحنه، لباس و آرایش کاراشو خودش بر عهده داره. اخیراً که پاپایوانو برای شرکت در جشنواره دنس آمبرلا به لندن اومده بود، فرصتی فراهم شد تا به دیدن کارش بریم و با او درباره آثارش گفتگو کنیم. بچه که بودم نقاشیم خوب بود. رفتم به مدرسه هنرهای زیبای آتن. به عنوان ورزش و نرمش به رقص رو آوردم و شیفتش شدم. یه گروه رقص منو به عضویت پذیرفت و اونجا من به علاوه رقص روی صحنه مجال تجربه های دیگه ای از جمله طراحی صحنه و لباس، طراحی نور و گریم رو هم پیدا کردم. انگیزه پیدا کردم که کار خودم رو تولید کنم، به شکل زیرزمینی، یعنی توی خونه‌ای که مالکش توش زندگی نمی‌کرد و خالی افتاده بود. با همکاری چند هنرمند دیگه تمرین اولین کار صحنه‌ایم رو شروع کردم. وقتی چشم آدم برای نقاشی تربیت شده باشه، به اطرافش با دقت و حساسیت بیشتری نگاه می‌کنه. It takes a forever. I will wait for you. مدعا شاخص‌ترین کار دوره اول من بود. با مدعا از اجراهای زیرزمینی به صحنه‌های بزرگ شناخته شده وارد شدم. مدعا حاصل همکاری با یکی از برجسته‌ترین هنرمندان هم نسلم، نیکوس الکسیف بود. او صحنه نمایش مدعا رو طراحی کرد. طرحش عالی بود. تمام نمایش روی آب اتفاق می افتاد و 4 میز بود که هر کدومش جایگاه یکی از 4 شخصیت اصلی بود. مدعا، ایزد خورشید، یاسون معشوق مدعا و اژه. در این اجرا یک داستان معروف رو بدون کلام اما با روایتی جذاب بازگو می کنیم. در میانه نمایش جایی که توضیحات و توصیفات دهن پرکن جاشو به صحنه‌های حسی میده، به اکسپرسیونیسم رو آوردیم. انگار که نمایش تا اون موقع ساختاری مثل یک رویای پرزرق و برق و غیر واقعی داشت و ناگهان وسطش به یک روایت اکسپرسیونیستی تبدیل میشد. Thank you.
اکسپرسیونیزم مدعا از یک تصویر خیلی بیادموندنی الهام گرفته بود. تصویری که در اجرای کافه مولر پیناباوش دیده بودم و منو متعیر کرده بود. شروع تصویرسازی های اکسپرسیونیستی در مدعا صحنه بود که مدعا تنها با دو صندلی سیاه توی آب و پیراهن خوابی به رنگ تن پوشیده. صندلی ها و اون لباس المان هایی بود که از کافه مولر به این کار آورده بودم. این کار انقدر از نظر حسی منو درگیر کرده که واقعا با کلمات نمیتونم احساسمو نسبت بهش بیان کنم. مدعا برای من از نظرهای مختلف قدم بزرگی بود. از همه مهمتر این که حین اون کار و بعدش درهای تازه ای از هنر و رقص برون باز شد و درک جدیدی نسبت به رقص پیدا کردم. Growing up means هر چی سنم بالاتر میره بیشتر متوجه میشم که نیاز به زیاده کاری نیست. تمرکز روی ضرورت‌ها و تلاش برای رسیدن به سادگی بهترین نتیجه رو میده. میشه با چیزهای پیش پا افتاده و معمولی کاری کرد که تماشاگر یه لحظه شاعرانه تجربه کنه. چون ما انسان‌ها با هم ارتباطی نامرئی داریم و برای ارتباط برقرار کردن به تلاش و ابزار زیادی نیاز نداریم. بعد از مدعا دوران جدیدی شروع شد. اون دوره خودم رو خیلی زیر سوال بردم و نتیجتاً احساس کردم که باید به ریشه هام برگردم. همون موقع به این پیشنهاد شد که کاری تولید کنم که بعد از بازسازی تئاتر ملی یونان برای افتتاح سالن روی صحنه بره. نیمی از ساختمون رو کاملاً از نو ساخته بودن و صحنه به تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید مجهز شده بود. در حالی که بخش دیگه سالن از جمله جایگاه تماشاگران رو به همون شکل کلاسیکش نگه داشته بودن. سالن محل تلاقی دو جهان قدیم و جدید بود. من پیشنهاد کردم که حرکت ماشین‌آلات و تجهیزات صحنه رو هم در طراحیم بگنجونم و از دانشجویان تئاتر و رقص خواستم که گروه همسرایان کار باشن، یعنی حجم‌ها و فیگورهایی باشن که همزمان و در تعامل با حرکت تجهیزات روی صحنه حرکت کنن. به این ترتیب انگار خود صحنه هم داشت می‌رقصید. طرح دیگه این بود که دو اجرای پشت به پشت داشته باشیم و جابجایی تماشاگران رو هم به بخشی از نمایش تبدیل کنیم. پرده ضد حریق صحنه رو با آینه پوشوندیم که وقتی پایین می اومد جایگاه تماشاگران که بخش قدیمی سالن بود درش منعکس میشد و وقتی بالا می رفت تجهیزات تکنولوژی که صحنه از پشتش هویدا میشد. در آخر هم گروه دوم تماشاگران رو از روی صحنه می آوردیم تو و دو گروه تماشاگر رو روبروی هم قرار میدادیم و این نقطه اوج اجرای اول بود. در ناکجا من کار کردم بدون موسیقی و بدون داستان را آزمودم و خواستم شیوه مرسوم تولید و اجرای نمایش رو کمی تغییر بدم. در این کار آدم‌ها رو نه به عنوان شخصیت بلکه به عنوان فیگورهای تکی یا گروهی در فضا استفاده کردم. این لحظه نمایش برای من لحظه خیلی حساسی بود چون کاملا برهنه و در فاصله کمی از تماشاگران ایستاده بودم. در اوج بیپردگی با تماشاگر بودم و هرچند جایی برای پنهان شدن نداشتم احساس امنیت میکردم. اینجور تجربه ها برای بازیگر نادر و ارزشمنده. من چون خودم مردم خیلی راحت‌تر میتونم بدن مرد رو روی صحنه به نمایش بذارم.
در مورد نشون دادن بدن زن همیشه کمی مرددم و اگه به نمایشش بذارم تصویری بی‌نقص و ایدئال ازش می‌سازم. هیچ وقت تحقیر و تمسخرش نمی‌کنم. می‌خوام ادعا کنم که برهنگی در کارهای من ریشه در فرهنگ یونانیم داره. فکر می‌کنم این حرف تا حدی درست باشه، چون من شهوانیت و معنویت رو از هم جدا نمی‌دونم. بدن انسان برام قابل ستایشه، چون تجسم قوانین خلقته و نبردی پرشور بین وزن و بی‌وزنی درش جریان داره. یکی از پیچیده‌ترین ماشین‌های روی زمینه، انگار ظرفیه که وجودمون درونشه و رمز و راز وجودمون در حضور جسمانیمون که بدن باشه به منصه ظهور میرسه. اینه که من بدن انسان و برهنگیش رو دوست دارم، چون برهنگی ساده‌ترین و رو راست‌ترین شکل انسانه. شاید از دید رمانتیک بشه گفت این نگاه از دوران کلاسیک یونان به من رسیده و ربطی به نگاه مذهب که در بعضی شرایط بدن رو گناه آلود میبینه نداره. پوست بدن و آشکار کردنش ابزار کار منه. کار با کمپانی پیناباش برام تجربه خیلی با ارزشی بود. عشقم به کمپانی و رقصنده‌هاش تا زنده هم زنده است. کار اون رقصنده‌ها اونقدر قویه که نفس آدم رو بند میاره. خیلی خوشحالم که به این معبد پا گذاشتم. اونجا با تمام وجود و با عشقی عظیم برای اون چی که پیناباش با هنرمندی خلق کرده بود کار کردم. درباره روند کار باید بگم که چون از اول بودجه و محدوده زمانی مشخصه، میدونم که با چند نفر میتونم کار کنم. شروع میکنم به تست گرفتن از افراد بدون اینکه هنوز طرحی برای کار داشته باشم یا بدونم دنبال چی میگردم. توی تست ها بجز حداقل استعداد و توانایی، حضور صحنه ای و انس با موسیقی که لازمه کاره، دنبال کسانی هم که بتونم بهشون عشق بورزم. یعنی در درونشون زیبایی ببینم که دلم بخواد بیرون بکشم و به نمایش بگذارم. با ایده‌های گنگی که توی ذهنمه یه ورکشاپ ترتیب میدم و یه چیزایی میارم که بشه توی ورکشاپ باهاش بازی کرد. پلاستر یا یه جور کاغذی که یه صدای خاص تولید کنه. و اون وقت از اتفاقاتی که در کارگاه میفته لحظه‌هایی رو انتخاب میکنم که یه جورای جالب به نظر میاد. از یه جایی کم کم شروع میکنم به درست کردن کمپوزیسیون. وقتی زمانم رو به پایانه، تلاشمو میکنم که کار رو به بهترین شکل ممکن در اون زمان محدود آماده کنم و بعد برای هر اجرا تا اونجایی که ممکنه کار رو تکمیل میکنم. من روی صحنه اتفاق خلق میکنم. برای همین بعضی جلوه ها حقه های پیش پا افتاده است. این حقه ها گاهی به خلق تصاویر جادویی شاعرانه کمک میکنه، چون گاهی بازیگرها به تنهایی نمیتونن اون لحظه خاص رو باورپذیر کنن و این به یه شوخی تبدیل میشه. شوخی که قراردادیه بین ما و تماشاگر. در این صحنه ها با تماشاگر قرارداد میکنیم که هر چند موضوع نمایش همچنان همون موضوعات مهم و پیچیده مبتلا به انسان از قبیل ذات و تلاش بشر برای کشف معناست، اما برای لحظاتی قرار وارد جهانی سرگرم کننده بشیم. آتولیه یا کارگاه عنوان فیلم جدید لوران کانته، فیلمساز فرانسویه که شاید فیلم کلاس درسش رو که 10 سال پیش به خاطرش نخل طلای کن رو گرفت به یاد داشته باشین. در این فیلم هم کانته به سراغ یه عده نوجوان دبیرستانی رفته و با مجموعه‌ای از نابازیگرها فیلمی ساخته که در یک کارگاه نویسندگی خلاق می‌گذره و از خلال روایتش مسائل امروزی جامعه فرانسه رو به تصویر می‌کشه. Allez, faut jeter à l'eau. N'ayez pas peur de dire n'importe quoi, c'est pas grave. Ben, pourrait y avoir un meurtre. Ah oui, un meurtre pour un roman noir, c'est un bon début. C'est obligé qu'il se passe ici, le roman. L'intérêt de cet atelier, c'est un peu de vous permettre d'écrire sur votre ville, sur votre environnement immédiat. Un roman, c'est une fiction. On va pas écrire en s'enfermant sur nous-mêmes ou en se regardant dans une glace, c'est con. Le film, en fait, est un portrait. فیلم تصویری از زندگی جوانان امروزی در فرانسه ترسیم میکنه. ماجرای چند نوجوانی که در یک کارگاه نوشتن شرکت کردند. داستان در شهری به نام لاسیوتا در جنوب فرانسه میگذره که زمانی مرکز مهم کشتی سازی بوده و حالا دچار رکود اقتصادیه.
قصه هایی که این نوجوانا از زندگیشون در این شهر برام تعریف کردن خیلی برام جالب بود. لاسیوتا شهر فقیریه که در اون امکانات چندانی وجود نداره و امیدی هم به بهبود اوضاع در آینده نمیره. کارگاه نوشتن در فیلم به مکانی برای بحث درباره دغدغه های این نوجوانان تبدیل میشه. بحث هایی که گاهی به دعواهای لفظی هم منجر میشه. اما به تدریج این نوجوانا یاد میگیرن به حرف هم گوش بدن و با هم کار کنن. در این حال فیلم به رابطه یکی از این نوجوانا به نام آنتوان با اولیویا معلم این کارگاه که نویسنده است میپردازه. رابطه این دوتا مثل یک آینه، ترس، خشونت و در این حال مهری رو منعکس میکنه که در جامعه فرانسه وجود داره. On plaisante là, je vous dis pas qu'on va tout garder, mais il y a des choses intéressantes. Par exemple, ce que propose Malika, que notre histoire soit liée au passé communiste de la ville, c'est pas mal. En fait, vous voulez faire un roman politique, vous voulez pas faire un roman noir, vous pouvez le dire. Ah oh, mais non, mais moi je veux rien. Ouais. Vous voulez rien? Vous voulez faire croire ça à qui ici? Bah, c'est pas comme ça que je le sens, mais bon. به غیر از نومیدی نسل جوان، مسئله مهمتری هم در این فیلم مطرح میشه که ملاله. ملال نتیجه شرایط سخت معیشتی و در این حال ناامیدی جوانانه. سیاسیون افراطی از این ملال به شدت سوء استفاده میکنن، چون خیلی راحته که آدم به طرف کسی که دچار ملاله بره و بهش بگه خب، با ما بیای میتونی افسار زندگیت رو در دستت بگیری. راست افراطی و جهادگرایان از این حربه خیلی استفاده میکنن. آنتوان نوجوان فیلم من هم به همین ملال دوچاره. اما در طول فیلم موفق میشه این ملال و خشونتی رو که در درون خودش و در دنیای بیرون حس میکنه بیان کنه و دربارش بنویسه. همین بیان کردن بخش مهمی از آغاز غلبه بر شرایطه. Alors c'est à nous, nous nationaux, d'incarner le génie français. On lutte pour une culture qui aujourd'hui est mise en danger par ce métissage galopant. Ça, on sait très bien ce que ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Oh ta gueule. Dans tous mes films, le travail de casting est une des انتخاب بازیگران بخش طولانی و در این حال مهمی از کار منه. من معمولا با غیر حرفه‌ای‌ها کار می‌کنم. در این فیلم هم فقط مارینا فوی، خانم معلم کارگاه، بازیگر حرفه‌ایه. برای من خیلی مهمه که بازیگرا از همون مراحل اولیه در خلق صحنه ها مشارکت کنن. من صحنه رو براشون تعریف میکنم و هدایتشون میکنم و متن فیلم نامم رو بر اساس کار اونها تغییر میدم. به نظرم این کار خیلی مهمه چون واقعی تره. فیلم برداری جلسات کارگاه نوشتن رو با 2-3 دوربین انجام دادم. این کار به هم امکان میداد به جای اینکه صحنه ها رو تقطیع کنم، کل صحنه رو در یک برداشت بگیرم. اینطوری حس صحنه زنده تر و ریتم گفتگوها طبیعی تر در میاد. جالبه که با وجود تکرار برداشت ها، اینطوری انرژی صحنه هیچ وقت افت نمی کنه. به نظرم این یکی از روش های موفق کار با نابازیگرانه. La vue du sang semblait même lui donner le courage de continuer. Mais putain, t'as de la javel dans la tête ou quoi, gros? Tu parles comme ça! C'est dans ta gueule, arrête de sourire! Au risque de vous choquer, je trouve que le texte d'Antoine, pour un premier jet, est plutôt bien écrit. C'est raciste ou vous le défendez? Non, je le défends pas. J'essaie juste de comprendre. فیلمنامه کارگاه رو من در دوره ای از زندگی نوشتم که احتیاج داشتم به دنیامون امیدوار باشم. این فیلم در قیاس با فیلم‌های قبلی من پایان امیدبخش تری داره. چون نوجوانی داریم که در طول فیلم بر اثر تجربیات سختی که از سر میگذرونه پخته میشه و در پایان نور امیدی در زندگیش میتابه. در پایان فیلم میبینیم که او با گرفتن تصمیمی مهم مهار زندگیش رو در دست میگیره. و این برای من خیلی مهم بوده. جشنواره هنر دیجیتال تهران یا همون تادا اکس الان چند ساله که پاییز هر سال با هدف حمایت از هنر دیجیتال در چند فضای مختلف در تهران برگزار میشه. این جشنواره از سال 1390 کار خودشو آغاز کرده و ماه اخیر 8th دورش به نمایش در اومده. تماشا به همین مناسبت به سراغ گروهی از هنرمندان جوان ساکن اتریش رفته که سال گذشته در تادا اکس شرکت کردند. اونها در این گزارش از تجربه کار و حضور در تهران میگن. Thank you.
در دانشگاه در بخش اینتراکتیو آرت ما یاد میگیریم که چطوری از برنامه نویسی با کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی در هنر اون استفاده میکنیم. بعد از اینکه خودم تلاش کردم که اولین اثر اینتراکتیوم رو خلق بکنم، احساس کردم که چقدر خلأ این آموزش در ایران احساس میشه. این ایده به ذهنم رسید که چقدر خوب میشه اگر یک همکاری آکادمیک بین لینز و تهران اتفاق بیفته. اسم کاری که من در تاداکس نمایش دادم بازگشت به خانه بود. یک چیدمان صدا که از 7 لامپ تشکیل شده و مخاطب میتونه لامپ ها و صداهای مرتبط با اونا رو با کشیدن زنجیر خاموش و روشن کنه. در واقع میتونه صداهای مختلف رو هر طوری که دوست داره کنار هم بچینه. مثلا صدای ساعت، چیکه، آب یا ترافیک خیابون صداهایی هستن که شاید همیشه در اطراف ما باشن، ولی هدف چیدمان اینه که به این صداها دوباره به صورت آگاهانه توجه کنیم تا ببینیم در ما چه احساسی به وجود میارن. من این چیدمان رو قبلا در ژاپن هم نمایش داده بودم، ولی برام خیلی جالب بود که دیدم ایرانی ها با علاقه و توجه بیشتری آثار رو بررسی کردن. اثر من از یک دستگاه کنترل و 3 صفحه نمایش تشکیل شده. توی این تصاویر من و خواهرم و مادرم رو در حالت‌ها و ژست‌های مختلف می‌بینیم که مخاطب می‌تونه با استفاده از دستگاه کنترل تصمیم بگیره که آیا این 3 زن رو با رفتارهای زنانه ببینه و یا خونسا. در واقع این اثر به انتظارات جامعه از زنان میپردازه. اینکه اگر در جامعه‌ای به عنوان زن متولد شدید چه مسئولیت‌های ناخواسته‌ای روی دوشتون میفته. برای نشون دادن این اثر در ایران من مجبور شدم که صحنه‌هایی از رقص این 3 زن رو از ویدیوم حذف کنم و این نشون میده که چطور انتظارات جوامع مختلف از زنان میتونه متفاوت باشه. شکل اینستالیشن من اینطور بود که مخاطب به محض ورود به فضای اینستالیشن متوجه میشد که باید با کار یک تعاملی برقرار بکنه، و به محض اینکه پا زدن رو شروع میکرد تصاویر انیمیشنی که فریم توی تلویزیون به نمایش در میومد رو میدید و میدید که با هر بار پا زدن یک تصویر عوض میشه. کانسپت اثر این بود که مخاطب رو با مسئله مصرفگرایی و روزمرگی مواجه بکنه و در یک پروسه تکرار شونده مخاطب رو وادار بکنه که از این قفس یا از این فضا خودش رو رها بکنه. من اولین بار سال 2016 برای شرکت در جشنواره تاداکس به تهران سفر کردم و توی این جشنواره چیدمان آینه رو نمایش دادم. برای این کار تعداد زیادی عکس از صورتم در حالتهای مختلف گرفتم. زمانی که مخاطب مقابل این چیدمان میسته، با استفاده از فناوری تشخیص چهره، نزدیکترین تصویر من به چهره مخاطب روی صفحه نمایش دیده میشه. درست مثل اینه که به آینه نگاه کنی و به جای خودت کس دیگه ای رو ببینی. سال بعد یکی از استادای دانشگاه من و 2 نفر دیگر دعوت کرد تا با یک پروژه دیگه به اسم لایت استورم به جشنواره تاداکس تهران بریم. طبیعتاً با توجه به تجربه قبلی که از این نمایشگاه داشتم با کمال میل این پروژه رو پذیرفتم. چیدمان لایت استورم با 3 متر قطر و 2 متر ارتفاع از 2500 LED مجزا درست شده که روی سطح اون نصب شدن. محور مرکزی این دستگاه با سرعت 1 دور بر ثانیه میچرخه که در سطح اون سرعت به حدود 360 کیلومتر در ساعت میرسه. سرعت بالای چرخش باعث میشه که روشن و خاموش شدن LED ها به صورت یک تصویر پیوسته دیده بشه. برای اولین بار این اثر رو با همکاری یک گروه موسیقی در لینز اتریش اجرا کردیم. الکترونیک فستیوال
روز اختتامیه جشنواره تادا اکس سال 2017 کار ما یکی از اجراهای اصلی در سالن تئاتر مستقل تهران بود. برای این اجرا ما تصمیم گرفتیم که به کار یکم چاشنی ایرانی بدیم و وسط چیدمان زیر پرده LED ها روی زمین بشینیم. تماشا اینجا به پایان میرسه. برنامه ما رو میتونید روی وبسایت BBC فارسی هم ببینید. اگه خواستین گزارش و برنامه قبلی ما رو ببینید، به صفحه یوتیوبمون سر بزنید و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.